ما خیلی امکان داریم. من اینقدر مقصری میشه من واقعا تعجب بکنم خدا چطور برای ما عذاب نازل نمی کنه که این همه امکانات دارید و نشسته این. چقدر نیروی انسانی خوب دارید شما، دنیا در حسرتش. خیلی نیروهای انسانی انقلابی که جنگ را تا پایان دنبال کردند و پیروزی رساندند، اینا نیروی انقلابی بودن. سپاه انقلابی بود، بسیج انقلابی بود، نیروهای دیگه انقلابی بودن. اینا هنوز هستن. همینا بودن که در مسئله علم پیشرفت های قابل توجهی پیدا کردن، در مسئله نانو، در مسئله هستگی، در هر جا وارد شدن، چشم دنیا رو خیره کردن. اینا رو ما داریم، اینا رو امکانات داریم. ما از نظر معادن، ذخیره معادن 60 حدود 68 اگر اشتباه نکنم، از معادن ما 68% اگر اشتباه نکنم، شدن بیشتر باشه، من را دقیق دستم نیست، اینا استخراج نشده است، اینا هنوز زیر زمین باقی مونده. اینا را چرا 85% ببخشید، 85% ذخایر معدنی ما زیر خاک مونده و استفاده نمی کنی. اینا نمیدونم چی جواب باید داد. اسراف تو همون خطبه مقام معظم رهبری فرمودن که قطع کنید در این کلمه، 100 میلیارد دلار انرژی اسراف میشه. یعنی اگر ما اسراف نکنیم در مصرف کردن انرژی، 100 میلیارد دلار به دستمون میاد. 100 میلیارد دلار که حالا برای 1 میلیارد دلار دارش دارن به این مروبه چکچونه میزنن که یا از یزای پول میگیرن. اینو نمیتونیم این کارو بکنیم. چی میخواد؟ روحیه انقلابی میخواد. یک روحیه انقلابی میخواد جلوش قرص بگیره، جلوه مصرف های زیادی رو که ما 6 برابر دنیا مصرف انرژی داریم. اینا ببینید هست، معجزه نمیخواد بشه، امکانات موجود ماست. اینا چرا از این امکانات استفاده نمیشه؟ باورمون بیاد، انقلابی باورش میاد که نه تسلیم نه تحریم. راه سوم اقتصاد مقاومتی. اینا دارن میگن بابا یا تسلیم بشید یا تحریمتون میکنیم. ما باید در مقابل این بیستیم، میتونیم بیستیم، میتونیم بیستیم، به شرطی که حرکت های انقلابی باشه. ولی در شرایطی که نمیدونم چیکار کنیم، یه عده‌ای در سطح‌های بالای مملکت، بعضی هم در بخش خصوصی، ثروت‌های کلان مملکت را دارن میبرن، میبرن به اندونزی، میبرن به امارات، میبرن به ترکیه، میبرن به اروپا. چرا اینجور میکنن؟ اگه روحیه انقلابی باشه باید با اینا برخورد بکنه، نباید اینا رو بذارن پولا رو جمع کنن از این طرف و اون طرف که معلوم نیست از کجا آوردن. میلیاردیه واحدشون، میلیارده، بعضی وقتا میلیارد دلار. بعد عوامل نفوذی، با عوامل نفوذی باید برخورد کرد. برخورد انقلابی میخواد. دشمن مقام معظم رهبری چند مرتبه فرمودن افرادی در فکر نفوذن، کندند و میکنن. باید بشناسیم، باید این خط رو بشناسیم، تشخیص بدیم. بنا شد که نور چشمی های مقامات بالا، پسر و دخترها تو اروپا تحصیل میکنن، تو انگلستان تحصیل میکنن، تو آمریکا تحصیل میکنن، از طریق اونا آمریکا نفوذ میکنه در اینجا. به پدرت اینا بگو، امتیاز بهشون میده، پول بهشون میده، امتیاز بهشون میده، میخردشون، پیغام میده به بابات بگو این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، اون کارو نکن. اینا میشن عوامل نفوذی. باید بشناسیم عوامل نفوذی را، چه اونا که در خارج هستن، چه اونا که در داخل هستن. انقلابی حرکت کرد، معنای انقلابی اینه. وابستگیمون به نفت رو میتونیم قطع بکنیم، مقابله با تکانه ها. خب اینا میان یه مرتبه نفت 100 دلاری رو میکنن 30 دلار. خب این یه حربه است، ما باید بتونیم مقابله بکنیم. اینا رو میشونیم تکانه، یعنی یه تکان میدن از اون بالا ما رو پرتمون میکنن این پایین. ما باید قدرتی داشته باشیم، قوتی داشته باشیم، تکانه ها ما رو تکون نده. باید این کار رو کرد، باید مواظب، و میشه، امکان داره. باید باورم میاد که توانایی داریم. روحیه انقلابی باورش میاد تواناست، میتونه کار بکنه. این روحیه رو انقلابی، اونا که انقلابی نیستن همش دم میزنن که ما نمیتونیم. دم از ضعف میزنن، دم از ناتوانی میزنن. دشمن میاد به ما میگه که اینا افراطی هن، انقلابیون را میگهد افراطی هن، پس اینا رو باید کنار زد. چی باید بیاد جلو؟ که عقلانی هن.
الله اکبر. یعنی اونایی که با آمریکا میخوان بسازن عقلانی هن، اینا که نمیخوان بسازند و میستن در مقابل آمریکا افراطی هن. باید اینا افراطی هن یا شما تفریطی هستین؟ شما عقب مونده هستین از قافله، بپیوندید به این قافله انقلابیونمون که هنوز هم هستن. این همه ما دانشجو داریم، تحصیل داریم، نیروهای زنده. چرا ما باید تولیدمون در این حد باشه؟ چرا جلو به قاچاق گرفته نمیشه؟ حرکت انقلابی میخواد. کارگر ما، کارخونه دار ما باید بچینن بیکار، روز به روز هم عددشون، عدد بیکارشون بیشتر بشه، جنس از بیرون بیاد، پارچه از بیرون بیاد، کفش از بیرون بیاد، خوراکی از بیرون بیاد، مسائل دیگه، مسائل زندگی از بیرون بیاد، کارخونه ما درش بسته بشه. کی باید با این کار برخورد بکنه؟ یه روحیه انقلابی میخواد. امام آقا فرمودن که خبرگان باید انقلابی باشه. یعنی حالا اونو که در این مسائل کلی مملکت وارد نیستن که، اونا راه خودشون میدن در باره رهبری، ولی فهمیدن باید انقلابی باشه. یعنی انقلابی تصمیم بگیره، انقلابی مسببه داشته باشه، انقلابی در آینده اتفاقی تصمیم بگیره، انقلابی. حالا هم الان این مملکت را 37 سال سرپا نگه داشتن، در مقابل همه دشمنی ها ایستادن، دشمن ها را دست رد به سینشون زدن، تو دهنشون زدن. چیا بودن؟ همین انقلابی ها بودن. اگر اینا نبودن که زودتر از اینا فاتحه مملکت خونده شده بود. چرا ما اینا به اینا ارج ندهیم؟ چرا قدردانی نکنیم از اینا؟ چرا از سپاه قدردانی نکنیم؟ سپاه خار چشمه دیه که بعضی هاشون تو سخنرانی هاشون هم نیش خودشون رو میزنن. خب اگر سپاه نباشه، اگر بسیج نباشه، اگر بچه حزب الله نباشه، اگر اونا که در هر صورتی فراخوان میشن اعلام حضور نکنن، پس چی میخواد این مملکت رو حفظ بکنه؟ چی میخواد توطئه ها رو خونسا بکنه؟ باید انقلابی باشیم و انقلابی شناس و ضد انقلابی شناس هم باشیم. اینا باید چاره نداریم. ما مملکت باید این حرکت پیش بره. فرمودن حوزه علمیه انقلابی باید باشه. یعنی یه استاد حوزه علمیه، یه عده شاگرد، یه عده طلبه دلشون خوش باشه چه باله ما میریم درس میخونیم اصول میخونیم، بعدم چهار تا کلمه دیگه از این طرف و اون طرف زمینش میکنیم، بعدم میشیم مجتهد، بعدم میشیم استاد، بعدم میشیم مرجع. همین بس. سلام. این چه روحی انقلابی نیست که اگر اینجور شد دیگه این حوزه علمیه نمیتونه در خدمت نظام جمهوری اسلامی باشه. نظام جمهوری اسلامی بر پایه روحیه انقلابی استواره. به جاهای مجلس الان انتخابات شد، خیلی خوب، حالا هرچی بود گذشت، مردم هم خدا خیرشون بده شرکت کردن و قریب به 70 میلیون رأی تو صندوق ها ریخته شد، با شکوه، با آزادی، با امنیت، بدون اینکه خون از دماغ کسی در بیاد، درگیری وجود بیاد. این الگوست. حالا دنیا باید حسرت بارو بخوره. آمریکا گاهی با 40% کسانی که واجد شرایط هستن رأی میاره، بعضی جاها به 50%، ولی ما 62% داشتیم. اینجوریه، این انتخابات اینجور شد. حالا انتخابات شد، هر کسی هم که رأی آورد، اونایی هم که رأی نبردن خیلی نجابت کردن و قبول کردن نتایج را. حالا آقای نماینده، شما میخوای بری تو مجلس چیکار میخوای بکنی؟ همین میخوای بری اون کرسی بشینی، یه جا بلند شی، یه جا بشینی، رأی بدی، رأی ندی. اگر مجلس انقلابی نباشه نمیتونه به وظایف خودش در نظام جمهوری اسلامی عمل بکنه. باید ببینه درد مردم چیه. این بیکاری چه درد بیدرمانیه. چرا هم به فشتش نباشیم؟ چرا تولید باید افت بکنه؟ اینا کار نمایندگان مجلسه. کارهای فرعی رو بذارن کنار، به کارهای اصلیشون برسن. چرا یه اینقدر آمار طلاق داره بارا میره؟ چرا اینقدر قاچاق وارد مملکت میشه؟ بچه جوان ها، پسر و دختر دیگه رغبت به ازدواج ندارن، دا اگرم ازدواج کردن دو روز بعدش طلاق میدن. اینا درد هاست، اینا در اولویته. کار زیاده، خیلی زیاد که قانون میخواد، باید بهش برسن. اما ببینیم اولویت با کدومه. مسائل اقتصادی در اولویته، مسائل مقابله با توطئه های دشمن
خونساسازی و توطئه ها در اولویته. یک نماینده باید دشمن شناس باشه، بصیرت داشته باشه، ببینه تو دنیا چه میگذره، چه نقشه هایی برای ما دارن، ما چجور باید این نقشه ها را خونسا بکنیم. اینا کار نماینده است. حالا دیگه من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. امیدوارم انشاءالله این حرفا به یه جایی برسه و بی اثر نیست، البته نمیتونیم انتظار داشته باشیم اثر کلی داشته باشه، ولی بی اثر هم نیست، مخصوصا که مقام معظم رهبری خدا من عمر و عزت و قدرتش زیاد بکنه، یک رهبر انقلابی است. هر کسی این رهبری و ولایتش را قبول داره باید انقلابی حرکت بکنه.